نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنج شنبه ششم ذیحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با علم امام معصوم علیه السلام فرمودند: معصومین علیهم السلام همه چیز را می دانند، فقط در روایت یک جا استثناء شده، آنجا که در آیه 39 سوره رعد می فرماید خدا هرچه را خواهد از احکام یا حوادث عالم محو و هرچه را خواهد اثبات می کند و اصل کتاب آفرینش نزد اوست. لذا ممکن است که خدای عزوجل در برخی موارد که نام آن بدا گفته شده چیزی را تغییر بدهد و آنجا و انجام آن را به زمان جلوتر یا عقبتر بیندازد. معظم الله در ادامه فرمودند خدای عزوجل همه چیز را در اختیار 14 معصوم علیهم السلام قرار داده است، اما آنچه در اختیار ایشان قرار داده متعلق به خودشان نیست، بلکه متعلق به خدای متعال است. بنابراین خدای عزوجل هرچه دارد متعلق به خودش است و این فرق بین معصومین و خدای متعال است. ایشان با اشاره به برخی از روایات فرمودند در زیارت صحیحه امام حسین علیه السلام آمده است اراده خدا در مقدراتش اول بر شما وارد می شود و بعد از شما به سوی دیگری صادر می شود. لذا در اینجا تأکید بر مقدرات امور الهی و نه مردم شده و در این زمینه روایات و دعاهای متعددی وارد شده است. آیت الله العظمی شیرازی با ذکر مثالی برای روشن شدن این موضوع فرمودند اختیارات معصومین علیهم السلام همانند وکیلی است که به او اختیاراتی تفویض می شود. مثلا یک تاجر میلیاردری شخصی را وکیل می کند و به او می گوید که هرچرا که صلاح می دانی اجازه تصرف در اموال من را داری، از جمله خرید و فروش و هر نوع تصرف دیگر. لذا این وکیلی که به او اختیارات وسیعی تفویض شده هر کاری می تواند انجام دهد، اما مالک آن اموال نیست. در مورد معصومین علیهم السلام نیز دقیقاً به همین صورت خدای متعال همه چیز به آنان داده است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. چون خود معصومین علیهم السلام محدودن، مخلوقن، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عباد، برده هستن، بنده خدا هستن عز و جل. چون این هستن همون میگم روایات متعددی هم لولا آیتون فی کتاب الله، که پس معلوم میشه حضرت امیر صلوات الله علیه از اون لوح محو و اثبات خبر ندارن، که میگن اگه این آیه نبود من همه چیزو به شما میگفتم. اما همه چیزو میدونن، همه چیزو میدونن، فقط معناش این نیست که خدای عز و جل یه چیز اضافه نمیدونه، نه، خود عزیز یه چیز اضافه میدونه. بله آها، نه اون علم دجله، اون علم دجله بود همین که نه حضرت جواد فرمودن اینجور که تو ذهنمه، گفت شما میدونید این دجله چقدر لیوان آب درش هست؟ فرمودن خدا میتونه علم این چقدر آب تو دجله است بده به یه پشه؟ آره. خب من اکرم علی الله من البعوضه. اما این استعصر الله به علمه که متواتره تو دعاها و روایات، لولا آیتون به کتاب الله چی خودش معناش؟ معناش همینه، به شیء من علم، یعنی اون قدری که خدای عز و جل از علمشو میخواد میده. به غیر معصومین خیلی نداده، اما به معصومین خیلی زیاد داده.